روزا بدجوری به اینترنت عادت کردیم. همش داریم اطلاعاتمون رو تو اینترنت به اشتراک میذاریم. غذاهایی که میخوریم، آدمایی که میبینیم، جاهایی که میریم، چیزایی که میخونیم. بذاریم بهتر توضیح بدم. همین لحظه اگه کسی بخواد اطلاعات شما رو نگاه کنه میتونه بفهمه شما کی هستین، از چه سیستم عامل و مرورگری استفاده میکنین، چه سایتایی رو میبینین و دقیقاً از کجا دارین همین ویدیو رو تماشا میکنین و علاوه یه عالمه اطلاعات دیگه که شاید دوست نداشته باشین کسی بدونه، مگر اینکه از تور استفاده کنین. تور از حریم خصوصی ما تو دنیای اینترنت حفاظت میکنه. اطلاعاتتون رو تو 3 لایه رمزگذاری میکنه و هر بار به 3 سرور تو جاهای مختلف دنیا میفرسته. این سرورها رو اعضای شبکه تور داوطلبانه اداره میکنن. اینطوری ما میتونیم تو اینترنت به صورت ناشناس فعالیت کنیم. ضمناً تور اطلاعات ما رو از نظارت افراد و شرکت‌ها و دولت‌ها هم حفظ میکنه. مثلا شاید شما تو کشوری هستین که حکومتش سرکوبگر و میخواد اینترنت رو کنترل و نظارت کنه. یا نمیخواین شرکت‌های بزرگ تجاری از اطلاعاتتون سوء استفاده کنن. کاربرای شبکه تور همه شبیه همن. در نتیجه ناظرای اینترنت گیج میشن و کاربرا ناشناس میمونن. برای همین هر چی کاربرای تور بیشتر بشن، شبکه امن‌تر میشه. چون توی جمعیتی که همه شبیه همن راحت‌تر میشه قایم شد. وقتی از تور استفاده میکنین میتونین بدون اینکه نگران نظارت باشین از فیلترها رد بشین و به هر سایتی که دوست دارین سر بزنین. دیگه تا روی چیزی کلیک کنین تبلیغش تا ماها دنبالتون نمیاد. با تور دیگه حتی معلوم نیست کی هستین و از کجای دنیا به اینترنت وصل شدین، مگر اینکه خودتون بخواین بگین. ضمناً با دانلود و استفاده از تور میتونین از کسایی که میخوان تو اینترنت ناشناس بمونن حمایت کنین. مثلا فعالای سیاسی اجتماعی، روزنامه نگارا، وبلاگ نویسا. از تور استفاده کنین یا داوطلب شین و یه سرور رو اداره کنین.